یکی بود یکی نبود. توی شب بارمی تو سال 1971 تو شهر سیاتل ایالت واشنگتن آمریکا، سه تا جوان 24 ساله به نامهای جرالد که معلم انگلیسی بود، گوردن که نویسنده بود، و زد که معلم تاریخ بود، تصمیم گرفتن یک کار خفن بکنن. این سه تا از زمان دانشجویی تو سان فرانسیسکو با هم رفیق بودن و یه هو سرشون زد که یه استوری مغازه چیزی بزنن تو شهر رو توش دونه های کافی و کم کم دستگاه های کافی ساز بفروشن که دیگه ملت برای یه کافی پا نشن بکوبن برن یه شهر دیگه، چون سیاتلیا عاشق کافی بودن. خلاصه نفری $1,350 دلار گذاشتن و 5,000 تام از بانک قرض کردن و مغازه رو راه انداختن، ولی خب موندن اسمش رو چی بذارن. ستایی رفتن پیش تری هکلر که یه هنرمند بود و ایدهش رو تعریف کردن و گفتن ببین یه اسمی میخوایم که به سرگرمی و هیجان و به شهرمون که سیاتل و به کافی ربط داشته باشه. خلاصه که برینستورمینگ شروع شد و گوردن که بالاخره خلاق‌تر از اینا بود و نویسنده بود و دستی براتش داشت گفت بچه ها پیکواد چطوره؟ بقیه بچه ها گفتن پیکواد چیه دیگه؟ گوردن گفت بابا کتاب موبی دیک رو نخوندی؟ اسم اون کشتی تو اون رمانه دیگه؟ و همه گفتن آه. و تری که خب بالاخره هنرمند بود بهش برخورد گفت نه آقا این چه اسمیه؟ کی برای کی جذاب بگه A cup of Pequod؟ بعد همه گفتن راست میگه تری. خلاصه برینستورمینگ همچنان ادامه داشت و رفتن سراغ خود شهر که ببینن چی دور و بر شهر هست. تری گفت آقا یه معدن نزدیک سیاتل اسمش باحاله، اسمش استاربوه. بعد یهو گوردن گفت اتفاقا تو همون رمان موبی دیک تو همون کشتی پیکواد یه کرکتری هست به نام استارباک. بقیه هم گفتن اه چه جالب. خلاصه اینجوری شد که استارباکس متولد. مغازه رو که زدن فقط زو اونجا فول تایم کار میکرد و گوردن و جرالد مشغول معلمی و نویسندگی بودن. یه 10-12 سالی گذشت و بیزنس این ستا رفیق گرفته بود و بهترین دونه های کافی رو میفروختن. دقت کنید فقط دونه های کافی و دستگاه های کافی ساز میفروختن و خود کافی رو برو نمی کردن بدن دست مشتری. تو سال 1983 یه جوون 30 ساله نیویورکی عشق سفر اروپا دیده به نام هاوارد مووی کنه به سیاتل. از استارباکس و کیفیت دونه های کافیش خیلی خوشش میاد، چون اروپا دیده بود و ایتالیا رفته بود و اونجا ملت تو کافه ها دوره هم جمع میشن و چیل میکنن. این پتانسیل رو تو استارباکس هم میدید. خلاصه با فاوندرها مطرح کرد، انقدر مصر بود که فاوندرها و صاحبای استارباکس گفتن تو حالا بیا فعلا اینجا کار کن ببینیم چند مرده حلاجی. خلاصه هاوارد 5 سالی اونجا کار کرد و همچنان اون ستا رفیق حتی بعد 5 سال مخالف تغییر تو بیزنسشون بودن و میترسیدن شهرتشون لطمه ببینن. هاوارد که میدید به ایدهش اهمیت نمیدن استعفا داد و رفت و کافه خودش رو زد به اسم ال جیارنال. حالا اینکه این اسم از کجا در برده به من و شما ربطی نداره. هنوز یه سالی از باز کردن کافش نگذشته بود که یه ها از دوست آشنا شنید که صاحبای استارباکس به یه سری مشکل مالی خوردن. کت و شلوارش رو پوشید، کیفش رو گرفت و رفت پیششون. انقدر رو مخشون را رفت که بالاخره راضی شدن استارباکس رو بفروشن. چند؟ $3,800,000 ناقابل. خلاصه هاوارد از دوست آشنا پول قرض کرد و مخ چند تا سرمایه گذار رو زد و گفت آجی این استارباکس خیلی پتانسیل داره، بیاین سرمایه گذارید کنید. 3,800 رو جمع کرد و استارباکس رو خرید. خریدن همانه و اجرا کردن ایده هاش همانه. تو چند ماه دیگه اونجا فقط دونه های کافی
نمیفروخت. اونجا رو کرد کافه‌ای که ملت بیان کافی اوردر بدن و بشینن و گپ بزنن و چیل کنن. اسم اون یکی کافهش رو هم کرد استارباکس. و امپراتوری استارباکس از همون 1987 شروع شد. ملت عاشق کافی‌های با کیفیت و محیط کوزی استارباکس شده بودن. هاوارد هم که دید تنور داغه گفت آقا چرا فقط سیاتل بمونیم؟ چرا شهرهای دیگه نه؟ خلاصه که شهرها یکی پس از دیگری فتح می شدن تا اینکه تو سال 1992 بعد اینکه استارباکس تو بیش از 180 شهر شعبه داشت هاوارد گفت یه بورسمون نشه؟ خلاصه که اومد و بخشی از سهام استارباکس رو به قیمت 17 دلار هر سهم فروخت. بعد اینکه پول بورس اومد نشست به حساب هاوارد گفت چرا فقط آمریکا؟ یه گسترشمون نشه؟ و امپراتوریش تو کل جهان شروع شد. حالا سوال اینجاست آیا استارباکس رقیب نداشت موقع ها؟ چرا فقط استارباکس محبوب بود؟ چرا؟ از همون زمانهای قدیم رقیب داشت، ولی استارباکس همیشه تو دو تا چیز متفاوت و جلوتر از بقیه بود. یکی کیفیت و دومی نوآوری. همیشه آیتم های جدید رو میکرد قبل از بقیه رقیباش. به خاطر همین مردم عاشقش شده بودن، حتی جون میدادن براش. حالا فست فوروارد کنیم به امروز. استارباکس الان بیش از 30,000 شعبه تو بیش از 80 کشور دنیا داره و هر ساله بیش از 100 میلیون مشتری داره. همین پارسال درآمدش 35 میلیارد دلار بود و الان ارزشش بیشتر از 110 میلیارد دلار. هاوارد خفن قصه ما سال 2017 خودشو بازنشست کرد و داراییش الان بیش از 4 میلیارد دلار ناقابله که آف کورس نوش جونش. ای انترپرنر های جوان، چه درسایی از این سکسس استوری استارباکس گرفتیم؟ یک، ویژنری لیدرشپ. یعنی چی؟ یعنی هاوارد از همون اول ویژنش برای استارباکس مشخص بود. میخواست اون رو تبدیل کنه به یه پاتوق برای کافی با کیفیت. درس دوم، innovation and adaptability. استارباکس به خاطر این از رقیباش سرتر بود، چون همیشه زودتر از همه چیزای جدید رو میکرد و کاملا به علایق و سلایق مشتریاش واقف و مسلط. درس سه، customer experience. استارباکس همیشه فراتر از رضایت مشتری رفت و بیشتر دنبال تبدیل کردن مشتریاش به حامی و مشتریای وفادار بود. چجوری؟ با فراهم کردن جوی که تو ذهن مشتریاش بود. و درس آخر، resilience in challenges. دیدین که هاوارد با وجود مخالفت صاحبای اصلی بالاخره یه راهی پیدا کرد که استارباکس رو به اون چه که تو ذهنش بود تبدیل کنه، چون پتانسیل رو توش میدید. داستان ما به سر رسید و شما همچنان سابسکرایب نکرد. من هم مثل هاوارد همچنان پیگیر سابسکرایب کردن شما خواهم بود. روز و شب خوش.